از اشکالات جدی با آقای احمدی نژاد این است که ایشون خودشون رو فوق تخصص همه مسائل میدونن. یعنی تو بحث های امنیت ملی فکر میکنن تنها ایشون مثلا خیلی میفهمه، تو اقتصاد همین هم باعث شده که یه نوع تنهایی در اطراف ایشون به وجود بیاد و هیچ کسی هم در اطرافش امنیت نداره، مرتب همه اینا رو جابجا میکنه. ایشون به جای اینکه می اومد از اون اطلاعیه سازمان های اطلاعاتی آمریکا به عنوان یک کار بزرگ دفاع میکرد، بعد از نیروهای مسلح ایران، از رهبری و از روشنفکران ایران که با اقدام بازدارنده از حمله آمریکا به ایران جلوگیری کردند. 3 بار آقای بوش تصمیم گرفته به ایران حمله بکنه، اما این اقدام خونسا شده. 10 ها مانور نیروهای مسلح گذاشتن. مقام معظم رهبری بارها به نیروهای مسلح گفت شما جنگ رو 100% بگیرید. ایشون هر که تو دولتش توی استانداری ها میگفت که آقا آماده باشه که اگه جنگی شد خودتون آماده بکنید، ایشون اونا بیرون کرده. بنابراین نشون میده که به نظر من یکی از اشکالات جدی ایشون اینه که اگه دوباره بخوان رئیس جمهور بشن و واقعا امنیت ملی ما رو اینطور بخوان اداره بکنن، حتما ما در معرض خطرات جبران ناپذیر در کشور قرار میگیره. من به ایشون به عنوان یه برادر که خودشون هم میدونن دلسوزش هستم توصیه میکنم اصلا اینطوری فکر نکنم. جنگ آمریکا با ایران قطعی بود. هوشیاری مقام معظم رهبری، مانورهای نیروهای مسلح و باعث شد که و اتفاقا یکی از کارهایی که باعث شد آقای بوش این کار نکنه افشاگری های وسیع و گسترده بود که در سطح تحلیلگران نظامی شروع شد. آقای بوش تو انفعال افتاده بود، مرتب میگفت که این حرفا جفسازی هست علیه من اصلا نمیخوام حمله بکنم، در حالی که قصد حملهش قطعی بود و خونسا شد و این کار در حقیقت خونسا شد. مسئله بیکاری هم که ایشون گفتن، آقایون اومدن معیار بیکاری رو عوض کردن، گفتن هفته 2 ساعت یعنی شغل، قبلا هفته 2 روز بوده، لذا بیکاری به طور واقعی در کشور ما الان 20%. خود مردم ایران قضاوت کنن، مردم شما در هر خانواده تون چند تا آدم بیکار دارید؟ با این درصدی که آقای احمدی نژاد میگه واقعا این تطبیق پیدا میکنه؟ شما قضاوت بکنید. لذا من به نظرم میاد با اعداد ما نباید واقعیت ها رو کتمان بکنیم، حقایق رو کتمان. البته من نمیگم خدای نکرده ایشون دروغ میگه، من اصلا چنین ادبیاتی رو قبول ندارم، ولی این نوع عدد سازی ها هم که یه نوع راست نمایی هست، خب این هم درست نیست. این مثل هست که ما سرمونو بکنیم زیر برف، حقایق رو ندونیم و پیش بینی نکنیم و بعد تو بحران که میفتیم. ایشون میگفت که قیمت نفت مگه ممکنه از 100 دلار بیاد پایین؟ یه ماه بعد اینطور شد. یا صحبت های زیادیشون کردن به عنوان پیش بینی، خیلی از اونها اشتباه از کار در اومده. من فکر میکنم باید من اشاره کنم به همون بحث نخبگان. اگر جناب عالی واقعا از نخبگان استفاده میکردید، امکان نداشت این اتفاقات بیفته. خب آدم نخبگان البته سخته، آدم رو به چالش میکشونن، برده آدم که نیستن. ما تو جنگ می‌خواستیم یه عملیات بکنی، به من میگفتن که برادر محسن 30 ثانیه است خدافظی، بله به من میگفتن برادر محسن شما چرا داری کار میکنید؟ من عصبانی نمیشدم که بینا بگم احمق یا نمیفهمید یا این کارو نمیکنید، باشون کار میکردیم. به نظر من آقای احمدی نژاد باید روحیات و رفتارش رو عوض بکنن تا بتونن خیلی متشکرم آقای احمدی. نرخ رشد رو دولت قبل عوض کرد، همینا مردم بدونن. آقای احمدی نژاد بفرمایید، شما یک صحبتی بکنید، اجازه بفرمایید چند ثانیه صحبت بکنید. نه من معتقدم این عددسازی داره صورت میگیره تو کشور و من اگر رئیس دولت بشم به همه این مسائل پایان خواهم داد. خیلی متشکرم، ممنون، مناظره خوبی بود. من از هر دو بزرگوار تشکر میکنم که در این بحث شرکت کردند. خسته نباشید میگم و خسته نباشید به شما مردم عزیز. انشالله همدیگر رو روز جمعه پای صندوق های رأی خواهیم دید. خدا نگهدار.